خب بچه ها دیگه وقتش رسیده که به صورت تخصصی بررسی کنیم که چه بلایی داره سر فورتنایت در چین اتفاق میفته و فورتنایت چین چه تغییراتی داره که ما اونا رو در داخل بازی ندیدیم. مثلا بکبیلینگ میستیک رو نگاه کنید که واقعا متفاوته، یا اسکین بتل پس این فصلمون. تغییرات خیلی بزرگ دیگه ای هم در فورتنایت چین وجود داره که آدم در دورترین اندیشه های خودش هم اصلا بهشون فکر نمی کرده که در این ویدیو چیزایی که در فورتنایت چین وجود داره ما اونا رو در فورتنایت معمولی نمیبینیم و با هم بررسی میکنیم. ولی قبلش یادتون نره که یه لایک بزرگ به ویدیو بدید و سابسکرایب هم فراموش نکنید که حتما بزنید. و میرسیم سریعا به مورد اولمون، باونتی های وی باکس در فورتنایت چین. در فورتنایت چین طبق قوانینی که وجود داره شما حق خریدن وی باکس یا پولای مجازی بازی های مختلف رو در داخل بازی ها ندارید و حق ندارید که اسکین های مختلف رو با پولای مختلف خریداری کنید. برای همین فورتنایت هم نمیتونه وی باکس خودش رو بفروشه، ولی بهتون بگم که این چیز خیلی بدی هم نیستش. برای همین فورتنایت چین شما میتونید اسکینا رو به صورت رایگان دریافت کنید. مثلا بتل پس رو فقط با رسیدن به لول 30 میتونید کاملا دریافت کنید. و حالا میپرسید که سینا بازیکنای چینی پس چجوری اسکینای مختلف خودشونو میگیرن؟ بهتون بگم که فورتنایت برای اونا جایگزین چالنج ها رو قرار داده، یعنی شما با چالنج ها و ایونت های مختلف میتونید وی باکساتون رو در داخل بازی به دست بیارید. مثلا همین باونتی هایی که ما در داخل بازی داریم و فورتنایت چین باونتی هایی رو قرار داده که کاملا متفاوت هستن. شما با انجام دادن فقط چالنج های مختلف در داخل بازی که 6 روز باشه میتونید 450 تا وی باکس دریافت کنید. و شما حتما توی کامنت ها بگید که دوست دارید چنین چیزی رو در داخل فورتنایت اصلی و فورتنایت جهانی ببینید یا نه. و بهتون بگم که فقط چیزای خوبی نیست که در فورتنایت چین دیده میشه، چیزای بدی هم دیده میشه که این ما رو میرسونه به مورد دوممون، اسکین متفاوت تاسک مستر. طبق قوانین کشور چین شما حق ندارید چیزای خرافاتی یا چیزایی که باعث توهین به اشخاص مختلف یا اندیشه و عقیده های مختلف بشه رو در داخل بازی خودتون قرار بدید، یعنی هیچ اسکلت و جمجمه ای رو حق ندارن بازی ها در داخل بازیشون قرار بدن. و خیلی برای بازی سازا سخت شده این موضوع که بتونن شخصیت های مختلف رو در چین قرار بدن. فورتنایت هم از این قاعده مستثنا نیست و بازی خودش رو کاملا وقف داده با قوانین کشور چین. مثلا اگر ما بریم به این پک جدید مارول دقت کنیم، تاسک مستر کاملا متفاوته. اسکین تاسک مستر جهانی رو میتونید ببینید و حالا میخوایم با هم اسکین تاسک مستر چین رو ببینیم که واقعا اصلا قیافش به نظر من قشنگ نیستش، اصلا جور در نمیاد. نمیدونم، شاید بعضیا دوستش داشته باشن ولی من اصلا ترجیحش نمیدم. به هر حال قوانینی هستش که فورتنایت باید در چین رعایت کنه، مگر نه کلا بن میشه. این میرسونه ما رو به مورد سوممون، زامبی های بازی فورتنایت در چین. همونطور که میدونید فورتنایت بخش اصلی خودشو داره و بخش سیو دی ورلد، و سیو دی ورلد هم در داخل کشور چین هم وجود داره و حتما هم باز زامبی داشته باشه، مگر نه سیو دی ورلد نخواهد بود. و طبق قوانین کشور چینی که به شما گفتم فورتنایت حق نداره زامبی ها رو در داخل بازی به نمایش در بیاره، چون زامبی ها یه جورای اسکلتی هستن و بعضی از قسمت های بدنشون هم مثل استخون زده بیرون. برای اینکه بتونه چنین چیزی رو در داخل بازی فورتنایت نشون بده، اومده زامبی ها رو به شکل کاملا متفاوتی قرار داده که میتونید ببینید شبیه گابلین هستن که رنگ سبز رنگ دارن و یه جورای کلا شکلشون متفاوته، که بتونه حداقل فورتنایت چنین چیزایی رو در داخل بازیشون قرار بده. و بهتون بگم که اونا اصلا ایونت هالووین هم ندارن، چون دیگه اگر بخوان هالووین رو بذارن چه چیزی رو باید نشون بدن که هیچ کدوم از چیزای هالووین رو نمیتونن به نمایش در بیارن. همه چیز در فورتنایت چین بدم نیستش، خیلی چیزای خوبم فورتنایت چین داره. که میرسیم به مورد چهارممون، ایونت مخفی سال نو چینی. سال نو چینی ها معمولا قبل از سال نو ما رخ میده و اسمش لونار هستش و چیزای مختلفی در چین اتفاق میفته، ولی فورتنایت چین خیلی متفاوتتر این ایونت سال نو خودش رو برگزار میکنه و چیزهای مختلفی مثل چلنج های رایگان، وی باکس های رایگان و کلا گان های رایگان برای بخش سیو دی ورلد رو به بازیکن های خودش میده و اسکین های مخصوصی هم در داخل بازی خودش داره. که یادمه که فورتنایت جهانی هم قبلا سال نو چینی ها رو خیلی مفصل جشن میگرفت، ولی فکر کنم چند سالی هستش که کلا قرار داده در اختیار فورتنایت چین و زیاد دیگه جشنش نمیگیره در فورتنایت جهانی. امیدوارم یه روزی هم ایونت سال نو ما رو جشن بگیرن، عید نوروز، و اگر اون روز بیاد که واقعا عالی میشه. که میرسیم به مورد چهارممون، شکل اسکین کرک شات. اسکین کرک شات همین چند وقت پیش بود که حالت جدید خودش رو در داخل بازی دریافت کرد، شبیه یه جورایی اسکلت به نظر میاد و خیلی ها گفتن که حالا چینی ها چجوری میتونن اینو به نمایش در بیارن. بهتون بگم خیلی ها فکر میکردن که فورتنایت بره کلا شکلش رو عوض کنه تا بازیکنان چینی هم بتونن داشته باشنش، ولی یه کار خیلی جالب فورتنایت و خنده‌دار انجام داده که میتونید ببینید. فقط اومده اون حالت اسکلتیشو برداشته و یه فقط دو تا چشم
برای این اسکین مونده که واقعا به نظر من این تغییرش خنده داره. دیگه فورتنایت گفت من نمیخوام برم ریدیزاین کنم اسکینمو به خاطر این موضوع. که میرسیم اینجا به مورد ششممون، مود آرنا اصلا در فورتنایت چین وجود نداره. بله اشتباه نشنیدید، چیزی به نام مود آرنا در فورتنایت چین وجود نداره. در حالی که ما همش میخوایم که تا فورتنایت یک جام خیلی بزرگو در داخل بازی برگزار کنه، یعنی فورتنایت چمپیون سریز برگزار کنه یا جامهای مختلفو با جوایز مختلف برای ما بذاره تا ما بتونیم جوایز رایگانم به دست بیاریم، بچه‌های چین حق ندارن مود آرنا رو بازی کنن. و حتی از اولم مود آرنا در داخل بازی اضافه نشده. دلیلش هم خیلی واضح هستش، طبق قوانین کشور چین شما حق ندارید بیشتر از 3 ساعت پای بازی‌ها بشینید و بازی کنید، و اگر چنین چیزی رو ادامه بدید و بیشتر از 3 ساعت بازی کنید، بازیتون یه جورایی بسته میشه، لولاتون پایین‌تر میاد و نمیتونید جوایز خودتون رو به دست بیارید و XP خودتون رو ببرید بالاتر، و کلا بازی کردن رو برای شما بی‌معنی میکنه. شما چون باید توی مود آرنا خیلی بازی کنید، خیلی تمرین کنید و خیلی بازی‌های مختلفو انجام بدید تا اینکه قدرت خودتون رو ببرید بالاتر. فورتنایت چین گفت که اصلا من مود آرنا رو اضافه نمی‌کنم که دنگ و فنگ اینا رو هم برای من داشته باشه. تورنمنت‌های مختلف در فورتنایت چین اتفاق نیفتاده. بهتون بگم چیز دیگه‌ای که در فورتنایت چین وجود نداره، LTM و لیمیتد تایم مودای خیلی عالی بازی فورتنایت هستن که فورتنایت چین اونا رو هم قرار نداده، و دلیلش هم برمیگرده به همون دلیل قرار ندادن آرنا در داخل بازی، یعنی زیاد طول کشیدن بازی‌های LTM و لیمیتد تایم مود، یعنی ال رویالی که اتفاق میفته، تیم راملی که اتفاق میفته بیشتر از 18 دقیقه خواهند بود. برای همین فورتنایت چین اونا رو به داخل بازی اضافه نکرده و کلا هیچ لیمیتد تایم مودی رو بازیکن‌های چینی نتونستن ببینن. یعنی ما این همه لیمیتد تایم مود رو گذروندیم، بازیکن‌های چینی نتونستن لیمیتد تایم مودا رو در داخل بازی ببینن. میرسیم به مورد هفتممون، کریتور کد در فورتنایت چین وجود نداره. طبق کاری که فورتنایت جهانی انجام داده، کریتور کد رو قرار داده تا شما بتونید از محتوا سازای خودتون در آیتم شاپ حمایت کنید و کلا از کدشون استفاده کنید، ولی چنین چیزی هم در فورتنایت چین وجود نداره که فکر کنید از کد سینای رو وایتی نتونید در آیتم شاپ استفاده کنید. واقعا یه جوری میشه، ولی دلیلش هم خیلی واضح هستش، به خاطر اینکه اصلا وی باکس خریدنی در فورتنایت چین وجود نداره که کسی بتونه از کریتور کد استفاده کنه. برای همین فورتنایت چین اصلا زحمت اضافه کردنش رو به خودش نداده. متواسازای زیادی در چین داریم که کلا بازی فورتنایت رو انجام میدن، ولی خیلی خوب میشه که برای اونا هم چنین چیزی اضافه بشه تا بازیکن‌های چینی هم بتونن از کریتور کد هم استفاده کنن، چون جمعیت چین خیلی زیاد هستش و فکر کنم خیلی هم گیمر داره. میرسیم به مورد هشتممون، اسکین‌های دیگه‌ای که در داخل فورتنایت چین تغییر کردن. من به شما اسکین کرک شات رو نشون دادم که کلا قیافش تغییر کرده، یا اسکین تاسک ماستر و زامبیای مختلفو به شما نشون دادم که کاملا قیافه‌هاشون رو فورتنایت چین تغییر داده که قابل اضافه شدن به داخل بازی باشن، ولی فورتنایت چین از اینم پاشو فراتر رو گذاشته و خیلی از اسکین‌های دیگر هم در داخل بازی تغییر داده. مثلا یکی از اسکین‌هایی که در داخل همین بتل پس فصل 5 مون هم است، اسکین منس هستش یا همون گلادیاتور خودمون. قیافش رو روی صفحه ببینید، یه جورایی شبیه پانیشر هستش، لوگو پانیشر رو قیافش کلا به نظر من این بهتره. اگر من می‌خواستم بین حالت اسکلتیش و اینو انتخاب کنم، حتما اینو انتخاب می‌کردم. چیز دیگه‌ای که تغییر کرده شکل بروتوس هستش. بروتوس اینجا عینک نداره. من نمی‌دونم عینکش مشکلش چی بوده که در فورتنایت چین بدون عینک منتشرش کردن. اسکین جولز هم بهتون بگم که تغییر دادن، کلا حالت اسکلتی صورتشو برداشتن برای بخش شادوش بلک هارت که مربوط میشه به اسکین‌های چپتر 1، کاملا قیافش تغییر کرده و اسکلت صورتشو برداشته فورتنایت چین. اینترنال وویجر که یکی از اسکین‌های فضانوردی ما در چپتر 1 بود، قیافش کلا فرق داره. اون حالت اسکلتیشو فورتنایت برداشته تا مشکلی نداشته باشه و یک حالت رباتی براش گذاشته. و بک بلینگ میستیکو بهتون بگم که واقعا مسخره درست کردن. اگر بخوام قشنگ برای شما بگم، واقعا مسخره است. میتونید روی صفحه ببینید اون حالت اسکلت کلا بک بلینگ میستیکو که طبق کامیک بوک بوده رو کردن یک گوی. اگر میخواستن حداقل درستش کنن یک گوی کلا رنگی نمیکردنش. فقط بهتون بگم که اسکینا توی فورتنایت چین تغییر پیدا نمیکنن و خیلی از اسکینا هم به خاطر شکلی که دارن از داخل بازی حذف شدن، که ما رو میرسونه به مورد نهممون، اسکینای بند شده در فورتنایت چین. خیلی از اسکینایی که ما توی بازی داریم میبینیمش قابل تغییر نیستن. خودتونم باید الان پیش بینی بکنید که چه اسکینایی بر پایه کلا اسکلت هستن، و اگر فورتنایت چین بخواد اونا رو تغییر بده دیگه باید اونا رو کاملا منتشر نکنه. اسکینی که در فورتنایت چین بند شده و خیلی مشهور هستش، اسکین اسکول تروپر. فکر کنید که در فورتنایتتون هیچ اسکول تروپر رو در داخل بازی نبینید. اسکین اسکول رنجر هم از اون اسکینایی هستش که اونم بند شده. اسکین مشهور کلا شخصیت های مارولمون و روح سوار کلا از فورتنایت چین بند شده که اسکین گوست رایدر هستش. فکر کنید اسکین گوست رایدر بدون حالت اسکلتی صورتش باشه دیگه چه معنی خواهد داشت
داشت میخواستن به جاش مثلا کلاه کاسکت بذارن یا چیزی شبیه اون بذارن که اصلا بی‌معنی میشد، کلا در داخل بازی قرارش ندادن. پیلی بون که یکی از اسکینای پیلیمون هستش، اونم در داخل بازیش بن شده. اگر برگردیم به لحظه خداویسی فصل 10 مون و رفتن به چپتر 2 بازی فورتنایت که از مپ خداویسی کرده بود اسکین اسکول تروپر، اونم فورتنایت چین تغییر داده بود به اسکین ریون که کلا دیگه چنین چیزی رو بازیکنان ندیدن در فورتنایت چین، و فورتنایت رفت اون همه تلاش کرد تا فقط اسکین اسکول تروپر رو از اونجا حذف کنه و اسکین ریون رو جاش قرار بده. که یه چیز خیلی جالب تر مونده که میخوام در موردش برای شما صحبت کنم و باعث تعجب همتون میشه که میرسونه ما رو به مورد آخر، یعنی مورد دهم. همه در فورتنایت چین میبرن. بله بچه‌ها درست شنیدید، هیچ کس در فورتنایت چین نمیبازه موقعی که دارید شما بازی میکنید. زمانی که شما دارید در فورتنایت چین کلا بازی میکنید و کیلای خیلی زیادی رو میگیرید و کلا حریفا رو داغون میکنید، اگر کیل زیاد بگیرید فورتنایت چین به شما پیام میده که آقا ما برنده اعلامت میکنیم، از داخل بازی بیا بیرون. یعنی زیاد نیازی نیست لذت ببری، بیا بیرون، و نیازی نیست که زیادتر از این کیل بگیری و ما برای تو اینو برد حساب میکنیم. نمیدونم اصلا چنین چیزی رو من دوست ندارم داخل بازی ببینم. فکر کنید که یه بازی واقعا عالی داشته باشید، یه دفعه بهتون پیام بیاد که آقا بیا بیرون، مگر نه میزنیم ایکس بیاتو داغون میکنیم. و بعدش چیزای دیگه ای هم وجود داره، یعنی اگر شما چندین نفر باشید و 20 دقیقه از بازی گذشته باشه تمام شما برنده اعلام میشید. یعنی اگر 100 تا بازیکن در فورتنایت چین برن و از بازی 20 دقیقه بگذره هر 100 نفر برنده اعلام میشن، که چیز واقعا عجیبیه که در فورتنایت چین وجود داره. اگر در وسط بازی باشید و بیشتر از اون ساعتی باشه که شما بازی کرده باشید، یعنی بیشتر از 3 ساعت، به شما پیام داده میشه که از بازی بیا بیرون و به شما برد داده میشه بدون هیچ تلاش دیگه ای. یعنی اگر اون 3 ساعت رو رد کرده باشید یه برد راحت هم میتونید در داخل بازی بگیرید، که واقعا برای من تعجب آوره. من چنین چیزایی رو دارم میبینم و میشنوم. شما نظرتون در مورد این موضوعات چیه؟ حتما توی کامنت ها بگید. و در اینجا به پایان ویدیو میرسیم. واقعا موضوعات جالبی بود که در مورد فورتنایت چین با هم فهمیده بودیم و در ویدیوهای اخیرم در موردشون من صحبت کرده بودم. چندین ساله که تفاوت فورتنایت چین با فورتنایت کلا جهانی برای شما صحبت میکردم و گفتم که یک ویدیو کامل هم در موردش داشته باشیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و لایک و ساب و حتما فراموش نکنید که بزنید. همتون عشقید. من سینای رو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.